درود بر منجی عالم بشریت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. آغاز صبح بر همگان بخیر، انشالله که ساعت و سر حال باشین. خوشبختانه امروز در یکی از محافل فراغت حافظان قرآن کریم اشتراک میکنم. به تعداد 68 بانوی دیگر امروز سند فراغتشان را در بخش حفظ قرآن کریم و آموزش دوره تفسیر به دست میگیرند. واقعا در جامعه که امروز ما زندگی میکنیم نیاز است بر چنین بانوان که بتوانند در آینده آموزگار باشند بر دیگر بانوان. با ما همراه باشین. در گفتگو یاد می روم، در جستجو یاد می روم، تا خاک کویت می روم ای خالق یکتای من، تا خاک کویت می روم ای خالق یکتای من. پیام اول این به اثبات می‌رساند که دعوت در راه خدا صبر و شکیبایی و حوصله‌مندی و برنامه‌ریزی خوب می‌خواهد. پیام دومش ایست که تنها مردان نیستند که در ترویج ارزش‌های دینی نقش دارند، بلکه زنان هم می‌توانند در طول تاریخ برای توسعه و ترویج ارزش‌های دینی نقش اساسی ایفا بکنند. که امروز خوشبختانه با دعوت تمثیلی خواهران ما، جمعی از خواهران دیگری هم تشویق شدند تا حجاب بپوشند. ثم الحمدلله چه داد هجرت برکتو، چه نن په هر کور کې د قرآن شاگردان دی، نن په هر کور کې د قرآن استادان دی، د قرآن حافظ عقد لس کسانو واجب الجهنم، چې جهنم اور هغه د پاره واجب وي، دا به د لس کسانو سفارش کوي. پیدا شدم از قدرتت، شیدا شدم از خلقتت، فانی شوم از عیبتت ای خالق یکتای من، فانی شوم از عیبتت ای خالق یکتای من. پیدا شدم از قدرتت، شیدا شدم. چی احساسی به شما دست داد تا بیاین حافظ قرآن شوید؟ سلام هم به همگی تقدیم میکنم. در اصل خانواده مرا تشویق کردن، از خانواده خود تشکری میکنم تا ما توانستم قرآن شریف را حفظ کنم و از استادای خود هم بسیار زیاد تشکری میکنم. میخواهم به دیگران هم برسانم، چون بهترین کسی است که قرآن شریف را خودش یاد بگیرد و به دیگران برساند. مور مبارک دیوی در تصمیم را خواهی چنین لور دی فاروق سو دیر خواهیم دیر خواهیم دیر خوشحالیم چی دارم برسانم نور دوستانو تم ډیره خوشاله يم چې داسې د اسلامي هغه جوړ کړم، داسې قرآن کې کوشش وکړم کامیاب شي، داسې برنامه نه ډیره خوشاله يم چې دا نن ورځ د مولود دغه پاره نه کده، زه ډیره خوشاله يم. نور سرما خودت حرفای چی هست، احساس چی هست از اینکه امروز فارغ شدی و بر تبریک باشه؟ تشکر، زنده باشین. احساسم خیلی زیاد است، نمیتونم بیان کنم، ولی بازم از تمام خواهران چی خواهش میکنم سیمونه که قسم که تحصیلات خود میخوانن در سهل مدرسه بیاین و نمیتون قرآت تجرید تفسیر استن که قرآن با تفسیر میگیرن و دیگه حفظ استن که یاد بگیرن. خیلی سر خواهش میکنم. چی تغییرات در وجودت احساس میکنین؟ چی چیزای جدید تانست بیاموزی؟ چیزای خیلی زیاد آموختم از مدرسه قرآن، ولی چیزای زیادی که درباره سیرت نبی بود، تفسیر قرآن کریم که هر چیزش با تفسیر زندگی چیزا می باشد و دیگه چیزای زیاد خیلی زیاده. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود یک حافظ قرآن 10 نفر از اهل فامیل خود شفاعت میکنه. آن کسایی را که کلش مستحقین دوزخ از طرف خدا حکم شده که یا دوزخی است یا باید در دوزخ برند، یعنی مسلمان است کافر نیست، اما به خاطر گناهاشون یا به طرف رهسپار جهنم میشن. اما پروردگار جل جلاله از برکت این حافظ قرآن میشه که ببین پدرش باشه، بیادرش باشه، کاکایش باشه، اعضای فامیلش باشه، میگه برای اتمام تام صلاحیت است، او را باید تو بگیری و بیاری. و همچنان پیغمبر معظم اسلام میفهمه ده او جلد که ده او پوستی که قرآن باشه
بالای خاک حرام است، بالای آتش حرام است، آتش او جلد نمی سوزانه. یعنی مطلب ایست که دوی سینه که قرآن است برای دیگه آتش سوختانده نمی تانه. یک مقام بسیار بلندی است. محفل فراغت از مدرسه شمس القرآن بود. واقعا در جامعه که امروزه ما زندگی میکنیم نیاز از برچونین خواهرای ما که خودشان میاموزن و بر دیگران میاموزن. خداوند همه ما را توفیق عمل نصیب کنه. تا دیدار بعد، علایار مددگار همه ایتان.